سوال دیگه داریم که آیا قرآن کریم بدون تجوید خواندنش درست است یا خیر؟ خب قرآن کریم کوشش شوا که زین القرآن بی اصواتکم با صوت خوب خوانده شوا یقین. و قرآن کریم با لهجه عربی خوانده شوا بله. قرآن کریم با رعایت تجوید خوانده شوا بله. ولی بعد از اینکه یک مسلمان مشکل لکنت زبانی داره، بعد از کوشش های متعدد و بیشتری اون لکنت از زبانش حل نشد، لکنت در زبانش وجود داره، و یا اینکه اهل عجم که بعد از اینکه کلان میشوند سرشان به سنگ میخوره، فکرشان میاد که ما کو نیازی مبرم و کلی و ای داریم که قرآن کریم بر اصول شیوه های تجوید و قرائت باید بخوانیم. بعد از کوشش تام مشکلی نیستک، کدام ممانعتی نیستک. اگر این شخص چنین میکنه با شرعن بر یزی و اصلاحی رواه هست، شریعت اسلامی ایره برش اجازه میته، میتوانه که به اصلاح ایره بخوانه. اما خواندن با تجوید ای برتر و افضل و در درجه وجوب قرار داره. بعد ما در باب تجوید انشاءالله شما هم برنامه میداشته باشین به توفیق الله که به تفصیل بحث میشوه. باز این غلطی هایی که هست، لحنی جلی و لحنی خفی، و باز با کدام غلطی تجویدی نماز فاسد میشوه، و با کدام غلطی تجویدی مکروه میشوه، و با کدام غلطی تجویدی به اصطلاح که اشتباه پنداشته میشوه و نماز فاسد نمیشه. این موارد خود میداشته باشه، ما کوشش بکنیم که این موارد باید رعایت بکنیم. با تجوید خواندن در چوکاتی یعنی اسلام عزیز برای یک انسان که رعایت حروف، رعایت مخارج، ادای صفات حروف بگرده، ای اولا و بهتر و در درجه واجب قرار داره. بسیار خوب، جزاکم الله خیر. امیدوارم که بیننده از ارجمند ما پاسخ خدا گرفته باشند.